سلام دوستان گل، حالتو چطوره؟ امیدوارم که هر جای هستی سالم سر و مثل همیشه لبتون خندون باشه. من فرهاد هستم و خیلی خیلی خوش اومدید به کانال یوتیوبی خودتون. اومدیم یه پارت دیگه از سری پارت های هارت فاین فور ماد ملنیوم دان، بازی با راشا، ولادیمیر پوتین، زلنسکی، ناخوی ایدی. آره خلاصه بچه، امیدوارم که از این سری پارت های روسیه خوشتون بیاد. ما تو پارت قبلی در واقع چچن رو به طور کامل رندش رو زدیم، اقتصادی کار کردیم، با مافیا و اقتصادمون کلنجار رفتیم و اقتصادمون رو به یک درجه مطلوبی رسونیم و تو این پارت 100% نظامی و شاید هم یک کشور رو هم اگرسیوانه بگیریم. امیدوارم که از سریال راشا خوشتون بیاد و مثلم که پر قدرت پر انرژی. لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه، دوست داشتین ویدیو رو با دوستاتون شیر بکنید، ویبراتور نوتیفیکیشن رو حتما فعال بکنید. قرار ویدیو روزانه سه تا بذاریم تا ببینیم بازخوردش چجوری میشه. حالا اگه یه روز دوتا گذاشتم نگید کم فعال شدین، کلا میخوام ببینیم بازخوردش چجوریه و بچه‌ها چجوریان. دیسکوردم داخل دیسکریپشن هست لینکش، آقا جوین بدید. واسه بچه‌ای هم که در جریان نیستن میتونن همین بازی رو ورژن حال یکم پایین‌ترش و ورژن پایین‌تر ملنیوم دان بازی رو دانلود بکنن و استفاده بکنن. خب ببینیم سراغ بازی. بچه متاسفانه اقتصادمون یکم اوضاعش خرابه، منفی 5 میلیارد دلار داریم ضرر می‌بینیم. نکته بعدی این که آقا خواستیم قزاقستان رو رندش رو بزنیم، نشد. از این طرف نیمچه اگرسیو باشم، حقیقتا کامنتی نذاشتی راجب این که آقا حمله کن، اینو بگیر، اینو بزن، ولی من این کارو میکنم و به صورت کاملا جینگولی مستانه آماده جنگ میشم با این عوضی ها. 160 روز بیشتر طول نمیکشه. اولین پلن و هدفمون اینه که بچه ها توی این پارت با ولادیمیر پوتین اقتصادمون رو خفنتر و بهتر بکنیم. این یک. دو، ارتشمون رو قوی ترش بکنیم و از این حالتی که هست یه کوچولو بیاد بیرون تر. و نکته سوم، بتونیم قفقاز رو تا اونجایی که میتونیم متحد بکنیم، یعنی بیاریمشون زیر مجموعه کشور خودمون و رندشون رو بزنیم. این در واقع اهداف ما خواهد بود تو این پارت. امیدوارم که به اهدافمون برسیم. اعلان جنگمون رو به ابخازیه دادیم، بعد از اونم شاید بریم بالا سر آذربایجان. نفتای به شدت خفنی دارن. حداقل کاری که ما میکنیم اینه که به زمینهای گذشته خودمون برمیگردیم. با اوکراین تحت هیچ شرایطی وارد جنگ نمیشیم. چرا؟ چون دوستان از طریق فوکس خب کریمه رو بگیریم، ارزم به حضورتون که رندش رو بزنیم. اینجوری میدونین حال نمیده، حمله بکنیم بگیریم اینجوری حال میده. دیکتاتور بنازم آجی، با پوتین میتونیم عملا دیکتاتوری بیاریم بالا. و اوه چقدر اوضاع اینا خرابه، کارشون نداریم اینا رو، زیاد به کارمون نمیاد. ببینید بچا، اقتصادمون جزء واجبات دینه. ما الان دو تا قسمت واسمون باز شده، مسیرهای سمت چپ، سوختای فسیلی و اولیگارچی رو داخل مملکتمون به شدت میاره بالا. و در پلن آخرم که کامل بروکن اکونومیمون تموم میشه، خدا رو شکر. اینجا میتونیم حالا اورانیوم و نمیدونم چند تا راکتور هسته‌ای و اینا بسازیم. ولی مسیر سمت راست حالت کپیتالیست داره، هرچی اولیگارچی، سوختای فسیلی، چه میدونم هر چیزی که فکرشو بکنید این مسیر میاره پایین. پس بیایید قانع نشیم از کامپلیت فوکس اولیگارچ ریپابلیک. خب پس قاعدتا هم نمیتونیم بریم، پس مجبوریم مسیر سمت راست رو بریم. ولش کن، بریم اینجا مسیرهای نظامی رو بریم. کدومش خوب بود؟ اینو باید بریم. سه تا بالایی رو پیش نیاز میخواد، اشکال نداره میریم. قرار نظامی کار بکنیم، یکم قدرت نظامی رو بیاریم بالا. 1049 تا پوتکال پاور داریم. بلافاصله من 3% مالیات کارخونه رو میارم پایین تر و مالیات مردم رو، عالی پسر، میاریمش رو 45%. خیلی زیاده میدونم، ولی صبوری باشید، با ما همراه باشید ببینیم که چجوری رنده اقتصاد رو میزنیم. از اون طرف بچه، رشد اقتصادیمون، پروداکتیویتیمون خیلی اومده بالا، شده ماهانه 4.1 از اوریج دنیا، 50 تا زدیم بالاتر. اقتصادمون هم چیزی نمونده به 4 تریلیون دلار نزدیک بشه. آله
عالی پسر، عالی. حالا تو اونجا که سعی میکنیم توی ایران سرمایه گذاری های به شدت شنی و سنگینی انجام میدیم، دلیل اصلیش این که همین الانش هم 44% نفوذ داریم، خیلی راحت میتونیم نفوذمون رو بیشتر بکنیم. متاسفانه ایران با مشکل شدید اقتصادی همراهه، 3.3 میلیارد دلار اقتصادش منفیه و نرخ بهره بانکیش هم 11.3%. به نظر من بریم رابطه رو قوی تر بکنیم، یه نامال بیس من ازش میگیرم. عالی پسر، عالی. این اول بیس ازش بگیریم که بتونیم نهایت سوء استفاده های جسمیمون رو روش انجام بدیم. شما ها همتون بیاید رو حالت ترین تمرین بکنید. اوها چقدر دوزاشون بیریخته اینا. خب شما فعلا که تمرین نکنین، اون قبلی ها بهترن. اینا یک کوچولو تمرین بکنن، اوزا رو خفن تر بکنن. متاسفانه یک درجه اقتصادمون خود زمین، حالت فست گروث شد، رشد اقتصادی سریع. اوف ببینید نمیدونم آخرش این اولیگارچا جا به جا میشن، از بین میرن، واقعا نمیدونم. ولی من از خدامه که این دوتا بیان بالا هستن، من هیچ مشکلی با این دوتا ندارم، چون به شدت به ما رشد اقتصادی و درآمد میده. 21.5 میلیارد دلار صادرات نفتی داریم، البته در اصل 21 میلیارد دلار، ما بقیه چیزا طلا و چه میدونم چیزای دیگه است. اقتصاد سریعتر اوکی بکنیم، سازمانه جاسوسیمون هم در تیراژ بالا بریم. در تیراژ بالا عوضیارومون جاسوس گذاشتن، خیلی آشغالید. من چیکار کردم جاسوس گذاشتید؟ به خدا بگیرمش میرم بالا سرش. ببین بفهمم کدوم کشور جز ناتو جاسوس گذاشته، میرم بالا سرش رندشونو میذاریم. روسیه اونقدر خفن نیست، اونقدر قوی نیست، بارها مشاهده کردید. ارمنستان میخواد سرمایه گذاری بکنه، چرا که نه. بارها مشاهده کردین که روسیه تیکه تیکه شده تو پارتای مختلفمون، رندش خورده. آره دیگه. خب بی اینجا یه موزیک درست حسابی بذار، اسپیشال فورس. خوبه دیگه، آروم آروم این مسیرها رو بریم پایین، وضعیت ارتشمون رو بهتر بکنیم. همچنان بافهای به شدت منفی داریم. به عنوان مثال بافهای منفی ارتش راشان ایر فورس، اوه 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 اوه، 10% هزینه های ایر فورسمون اومده بالا. استیج یک پوتکال پاوری میده بنازم. والا من اینا رو همه رو زدم دیگه، ارنجم کردیم. Arrange a meeting of president. بچه یونیون استیتمون تنها و تنها فعلا بلاروسه، کشور دیگه هم نمیدیم. سال 2005 و کامل فوکس های پوتین رو رفتیم پایین. این نکته مثبته. یکم صدا رو من زیاد کنم، حس کنم صدای گیم خیلی کمتره الان. اوکی. خب ارمنستان در واقع خریدار اصلی متریال های راکتور های هسته‌ای ماست. بنازم آمریکا تو فقط این گارانتی تو بردار، بر نداری کودتا میکنم. هرچند که بچه سلفی به شدت داره میاد بالا، ما مگه وار آن تروریست نشده؟ ما از میهن خیشتن دفاع میکنیم والا. به اینجا عالی پسر، اوضاع برقیمون استثنایی عالیه. آما یه درجه میتونم، اشکال نداره، یه درجه میاریم پایین بالاتر، کلان 2% منفی میخوریم، هیچ اشکالی نداره، هیچ اشکالی نداره. در تیراژ بالا سیویلیانامون رو بسازیم، 2, 4, 6 ردیف 15 تایی. به آمار اقتصادی کلان هم بگیم، تو این لحظه هم جی دی پی مون هم به 4 تریلیون دلار رسید. یه ریسرچ استات دیگه. خب یه آمار کلی من اقتصادی بهتون بگم. از لحاظ اقتصادی 2, 4, 6 جهانیم. یکم زور بزنیم هندو گرفتیم و همچنین آلمان رو. سرانمون هم که خب قاعدتا تو اینا نیستیم، خیلی زیاد سرانمون. خب جنگمون رو شروع بکنیم با ابخازیه. والا ارزش هلمارچ نداره ولی ما وحشیم، ما میریم جلو. بنازم دلتون تنگ نشده بود با تصویر با هلمارچ رنده کنم. بنازم بلا فاصله اینجا یه جاسمان بارگو.
افغان هوایی رشا بیلیت ایدی نخوره. افغان هوایی به صورت آماده باش. با فرمان من زیرشین دایم و موکیتی دایم بیلیت بریم جلو. افتاد بنوزم. حالا داشته باشیم دیگه هلمارچ که از زود شکست خورد. خب ایران هم میخواست طبق روال گذشته واسه همون والنتیر بفرسته، ولی خب ما کامل این منطقه رو انکس میکنیم، جاسوسمون هم که روی منطقه خودمونه. خوبه استیتاش چی داشتن؟ یه دونه سیویلیان داشت. چیه شیلا دوباره شروع کردی؟ ای بابا بنازم زیر ساختای راشا حاجی، جادامون هم همه رو پنج بکنیم دیگه نور علا نور میشه. بیم فوکسامونو بریم جلو. 31 جولای سال 2005 هستیم. قسمت های پوتین رو همچنان نمیتونیم بریم. واندرفول نیوز، این قدرت جنگ همیشه واسه همون پول میاره، همیشه. فرهاد ماندلا اینو گفته، فرهادی که میماند در دلها. خب کینگ فهد هم کشته شد، خدا رحمتش بکنه. جنگ بعدیمون هم داریم با گرجستان. سطح تنشمون به 8.7% رسید. هیچ اشکال نداره. شماها از اینجا حالت آماده باش. نمیخوام زیاد سخت بگیرم. عالی پسر. شما هم از قسمت شرقی حمله بکنید. بنازم. عالی پسر. تو هم بزن ساپلای به تمام بچه ها برسه. درست حسابی. اینم ایرانم دمت گرم. اکسپت میکنم. با اینکه حالا جنگمون تمام شده. بیم آقا بیم یک کوچولو پول داریم. ایران خیلی داره به فنا میره. بیم تو مناطق نفتخیزت چند تا جاده میخوای؟ یه دوتا جاده اینجا واسهش میسازم. بیا آقا میگه من 15 میلیارد دلار، یه دونم دوتا هم داخل اهواز واسهت میسازم. 4 تا جاده داریم واسهش میسازیم که حداقل اقتصادش از لحاظ نفتی قوی تر بشه. 8 میلیارد دلار 100% قبول میکنی؟ کمک تسلیحاتی هم قبول میکنی؟ چقدر ایران به فنا رفته پسر. این احتمالا من کلپس و اینا میبینم داخل ایران. احتمالا جنگ داخلی بشه داخل ایران. نمیدونم، هر اتفاقی که میخواد بیفته اهمیتی ما نمیدیم. ما روسی، ما اول منافع خودمونو میبینیم بعد جهانو. همین ایرانش هم 43% نفوذ داریم و خیلی راحت شرایط کودتا پاورجاست. خب اینو بزنیم که در واقع رشدمون باز هم بیشتر بشه، پروداکتیویتیمون. بمبای اتم ساخته نشود. چرا پسر؟ اینجا ببینیم یه 100 تا دیگه میسازم، زورمون نمیرسه. 70 تا چی؟ 70 تا میتونیم بسازیم. بچه 158 تن اورانیومی داریم که واسه سوختای رادیواکتیوامونه. خوبه. ای ول سیویلیان ها ساخته بشه، بعد از اونم آفیس ها. 2 4 6 7 اینم از این. بچه دیویژن اتکمون 5% میاد بالاتر تا بتونیم آروم آروم اون بونوس ها رو مثبت بکنیم. این دوتا رو نیاز داریم. 140 روز هم طول میکشه، زیاده، مهم نیست. بیا اینجا ببینم، 3 تا از اینا، 3 تا هم از اینها و 3 تا هم از اینها. بچه در تیراژ بالا این 3 تا رو من بسازم تا حقیقتا یکم اوضاعمون رو بهتر بکنیم. وضعیت صادراتمون همچنان کل دنیا یه جورایی میشه گفت نفتشون رو از ما وارد میکنن. اینم مسیرهای تجاری ماست که از قزاقستان عبور میکنه. 259 میلیارد دلار به ایران کمک کردم. نفوذمون شد 61%. بدهیاشو نره واقعا میرم بالا سرش. ولی بچه‌ها گفتن زیاد اگریسیو نباش. میدونید من اگه اگریسیو باشم الان جر داده بودم اوکراینو. ولی خب مهربونم دیگه. آماده جنگ با گرجستان میشیم. بلافاصله یه کشور دیگه هم ساوس اوسیتیا. اونم هست. سطح تنش 8.9%. زیاده. این چی بود آخریه؟ نمیدارم، اطلاعی ندارم. خب بچه حواسمون به ناتو باشه. ببینید کشور لیتوانی کشوری اضافیه که وارد ناتو شده. اوکی بچه من بلافاصله نسبت به این اقدام ناتو
در واقع اقدام میکنم و استونی رو باهاش وارد جنگ خواهیم شد. یه جاسپر وارگول دادم تا ببینیم چی میشه. اینجوری هم نیست دیگه، خدا وکیلی بشینم شولکس گونه نشون بدم. آقا ما رابطمون رو با آلمان قوی کردیم، نمیخوام با تجارت ببندم به گوره. ای بابا هیچ اشکال نداره، آرامش درون، آرامش درون. مالیاتو میریم رو 50% تا دسته از مردم مظلوم داریم مالیات میگیریم. نوش جونمون 50% مالیات، من اینم میارم رو 10% که اقتصادمون مثبت بشه. 712 میلیون دلار به صورت هفتگی اقتصادمون مثبته، ولی همچنان نرخ بیکاری 29%. این عددم 816 شد. در واقع خیلی خوب داریم رشد اقتصادی پیدا میکنیم، واقعا دممون گرم، خیلی خوبه. 4.1 درصد اینجوری درست شد، اوکی تر میشه. اینم که ارنجمون در واقع 100% شده و خیلی اوضاعمون خوبه، عالی پسر. اون چیزا رو نفرستادم، بس ببینم. بفرستی تو افغانستان اینا بفرستین، من حوصله جنگ با تروریست ندارم. همچنان بفرستیم توی اینها. حاجی افغانستان هم حزب شبیه ماست، ولی جماعت اسلامی قدرت رو در دستان خودشون گرفتن. ببینم کمک اقتصادی ما هم قبول کرد. اقتصاد افغانستان رو ببینین، جی دی پیش 20 میلیارد دلاره، جی دی پی ایران 999 میلیارد دلار. بیا به کمک اقتصادی بهت بکنم. ریجکت میکنی شولکس؟ بیا کمکش هم میکنیم، ریجکت میکنه، اشکال نداره، یه روز خوب میاد. اینم که گفتیم چاره ای نداریم، مجبوریم اینو بریم، ولی بونوس های خیلی بدی میده. همشون هم 70 روزه، یه دونه 35 روزه طول میکشه. نشنالیست پروژکت، ببین اینجا هم خیلی خوبه ها. Does not have nation economic broken. اینجا دیگه بافش میپره. فعلا بیایم نظامی کار بکنیم. همچنان انتخابات بعدی ایران هم سال 2009. سوریه has joined Axis resistance. بچه سوریه همون اول کار وارد محور مقاومت شد. سر داستان داعش به مشکل میخوریم، نمیذارن در تیراژ بالا آقا حمله بکنیم. ای بابا اشکال نداره، سیویلین ها داره ساخته میشه. بچه دیگه بهترین فرصته، بهترین فرصت تیکه اینو برداریم تا اقتصادمون 5 میلیارد دلار مثبت بشه، جون بگیریم. یه نکته بگم بچه، در حال حاضر نرخ بهرمون هم 7%، نگران کننده است. خب یه موزیک حماسی بذار. بلش کن آقا، 1 2 3 بریم برازم. جنگ با گرجستان، بشیدن بو بودرن آلی بسر. اما 6% تنش میده، بنازم خب. این از هلمار چمون بچه، بلا فاصله نیروهامو تجهیز بکنم تو مرزهای استونی، از اون طرف بریم جلو. من نمیدونم، من جنگ عملا سرد نظامی رو با آمریکا شروع میکنم. آمریکا داره ناتو رو گسترش میده، ما هم از ترسمون که شده. بیا فنلاند هم آورد، داداش نداریم یه همچین چیزی آقای ناتو، نداریم. رنده تو میزنم. حالا اگه اینجوری شد بینج ببینم اعضای ناتو کیان. بلغارستان بینج ببینم، به صورت ماهانه نفوذمون رو داخل بلغارستان بیاریم بالا. کمک اقتصادی ما رو قبول کرد، ارمنستان هم متریال خرید، کمک های تسلیحاتی ما رو رد کرد، هیچ اشکالی نداره. من بلغارستان رو به عنوان اعتراض به گسترش ناتو پاپتش میکنم و میاریمش تو فکشن خودمون، انکسش نمیکنم، بلغارستان رو انکس نمیکنم. عالی پسر. بچه عالی، ما مناطق رو گرفتیم، بخش عظیمی از قفقاز افتاده به دستان ما.
فقط آذربایجان مونده و ارمنستان که اونم بنده خدا باش کاری نداریم. این هم خوب بود، بدک نبود. یه چند تا سیویلین داشت توی کارخونه نظامی. بنازم حاجی 2 4 6 ردیف مختلف. سطح تنشمون به 19% رسید، 18.5% تنش ایجاد کردیم. ارتش ما به صورت حالت آماده باش در مرزهای استونیه. یکم بیایم ترای هاردش بکنیم تا دنیا بفهمه آقا روسیه است، چرت و پرت نیست. میگه زوا دبایا. این از این لندو به این منطقه. ایول حاجی چقدر لند داریم. سوچکا خوبه بچه، لندامون رو آماده کردیم. اینم از این. خب هواپیمای اینجا رو من مصادره میکنم. شما دیگه ترین بسه، لیول 6 شدن حاجی. بیاید اینجا همتون بلا استثنا، بیاید اینجا، کار دارم باهاتون. خب شما دیگه ترین نکنید، به صورت حالت آماده باش باشین. شما ها که برای لند کردن آماده میشین و اینا که هیچ. شما 18 تا حالا حال میده این همه کار میکنیم، آخرش ناتو بیاد یه گارانتی بده. آها باید با دیویژن های مخصوصش بریم. زیاد هم نداریم آخه آجی، اینا زیادن. چرا شما بیاید اینجا، تو هم بیاید اینجا. حالا شما ها او شیفتم خراب شده. شما بیاید زیر مجموعه اینا یه جنگ سنگین همه جانور رو داشته باشیم. خب به صورت دوتا دوتا دارن لند میزنن، حالا مهم نیست بزنید، همین هم خوبه، لند خوبیه این. اما تو البته میتونیم فرودگاه اول بگیریم. آقا بیا به صورت تکی بزن، قشنگ تره. خب تو اینجا لند کن، دمت گرم. تو از اینجا لند کن اینجا. همزمان هم داریم بچه زیر ساختمون هم اوکی میکنیم دیگه. دوباره تو یکی بیا اینجا، از اینجا لند کن پشت این دیویژن ها که کامل ما این منطقه رو سیرکل کنیم. و شما هم از اینجا لند کنید پشت این طرف. عالی پسر. خب آرمی ریفورم، سرگی شویگو بیکام جنرال. خوبه بچه ها، ارتشمون یکم ریفورم شد و اوزامون به مراتب یکم خفن‌تر شد، هرچند که یه سری احساس کنم بافای مثبت رو هم میخوایم. گروه واگنر رو هم داریم که یکم داستان میشه واسمون، فعلا سمتشون نمیریم. حقیقتا بهترین کاری که فعلا سمتشون نریم. خب این چی میده؟ جنریشن جنریت وارگولمون رو 20% میاره پایین. گارانتی تنشن زیاد به کارمون نمیاد. بیم آقا قسط های اقتصادیمون رو بریم مسیر سمت چپ. عالی هن. خب پارتروپر ها با حالت آماده باشن. ناوگان دریایی ما اینجا به اندازه کافی. دمشگرم. چقدر هم کمن در دریای بالتیک. ترینشونو کردن. حالا بیایم اینجا بذار ترین بکنم ببینیم اوزامون چی جوری میشه. خب شماها بیا اینجا، من 10 تا کارخونه اضافه میکنم تا سریعتر بچه ها بتونن ریپیر بشن. 1071 پولتکار پاور داریم. بیا اینجا. آخ آخ کلیک چپ زدم، دستم خود کلیک چپ زدیم به فنا رفت. خوبه بچه، ناوگان دریاییمون هم داره یه قوتی میگیره، خفن نشده، داره قوت میگیره. عالی پسر عالی. رشدمون چقدر شد؟ 5.5 میلیارد دلار اقتصادمون مثبته. رشد اقتصادیمون هم به 4.3 رسید. پروداکتیویتیمون به شدت داره میاد بالا، این خیلی خوبه. تولیدات کشور داره میاد بالا و شروع باید بکنیم سراغ موشک ها و ماهواره ها هم باید بریم. جزء واجبات دینگی سال 2006 شد. خب بچه کل دیویژن های ما اینجا حالت آماده باشن. شما هم اینجا اگریسواره زدیم حمله بکنن. حالا واسه هیجان کار یه نیروی بکاپ زرهی هم اینجا بیاریم.
که از این طرف گوشه ریز و شیک و مجلسی رخنه بکنه بره جلو. بابت این کارا که خب خیلی مصریم، حملات موشکی هم داشته باشیم. موشک های ساتانمون رو شلیک خواهیم کرد، سنگین ترین موشک ها رو از 7 سیلو در دوریشن ستایی از اینجا. جنگ هزینه داره، من خیلی عذر میخوام، وحشیانه حمله میکنم. این از این در دوریشن 5 تایی. حالا ناتو گفتم دیگه گارانتی بکنه به سولمون رفته. به نازم موشک های ساتان، البته حیفا داریم از موشک های ساتان استفاده میکنیم، ولی خب مهم نیست، میسازیم، تولیدات بالاست. بریم یکم موشک های میان برد استفاده کنیم. خروشچوف 3000 کیلومتر، همین آشغالی ها رو بده بره. از 3 تا سیلو دوریشن 4 تایی از همین جا شلیک کن. خوبه، بارت فایر گذاشتیم، الان شلیک نکنن، فکر نکنم الان شلیک بکنن و نمیدونم. حالا فایر رو زدیم، بلافاصله که جنگمون هم شروع بشه رندشون رو خواهیم زد. فعلا خبری نیست، فعلا خبری نیست و جینگولی مستونه اوضاع رو تحت کنترل خودمون داریم. اینم بزنیم تا 10 تا دونه نفت گیرمون بیاد. بنازم تولیدات، بنازم اقتصاد، بنازم ولادیمیر پوتین. اینه قشنگ رشد اقتصادی سنگین رو داریم. بس ببینم اینجا آمار نمیده گراس اینکاممون. بچه 4امیم از لحاظ درآمدی، 53 میلیارد دلار درآمدمونه. این قلمرو آهان، از لحاظ کارخونه ای هم 4امیم، 114 تا سیویلین داریم. نمیدانم، حالا دیگه 114 تا حالا شد 115 تا. تکس مالیاتمون هم به شدت پایینه. اینم از کارخونه های نظامیمون. بچه ها کارخونه های نظامیمون نصف چایناست، نصف آمریکاست، باید یکم هم نظامی هم کار بکنیم. خب برقمون یه کوچولو منفی خورد، 7 دونه، اشکال نداره، من یه درجه کمترش میکنم تا بالانس رو داشته باشیم و اقتصادمون زیاد ضربه نبینه. 5.4 میلیارد دلار، 29% نرخ بیکاری، 829 شد. بچه فکتوری آوتپوت هامون قشنگ دارن کار میکنن، تولیداتمون داره میاد بالا، کانسکشن هامون هم داره میاد بالا و بالاتر، اقتصادمون با مغز خور زمین. خب دقیقا من همون حرفی که زدم ها، ولی مهم نیست. بیا اینجا، بیا من دارم واسط، کلی پروتکل پاور گیرمون اومده از اول بازی تا الان. کمک اقتصادی قبول میکنه، کمک های تسلیحاتی ما هم قبول کرد، کلی پروتکل پاور دادم. Turn to the puppet. بنازم اگه تو اینجوری داری بازی میکنی، منم اینجوری بازی میکنم. اینم جز اولین کشورهایی که ای وای زدیم کلن انرژیمون پرید، در واقع به واسطه راشا پاپت کردیم. چقدر بدهی داری؟ 258 میلیارد دلار همه بدهیاتو میگیرم. البته یه بخشی شده دا 60 میلیارد دلارشو دادیم. ایران 1.8 تریلیون دلار بدهی داره، بدهیاتو میدم. 500 میلیارد دلار دادیم. خوبه، من شما رو راه میندازم. اگه ناتو این خبر از من داشته باش، کوروا بلیان نخوی دوای هروش مای فرند دول بایوب. آره روسی هم اینجوری حرف میزنیم. اینجا که هیچی، بیان سراغ ماهواره هامون، سریعتر ماهواره های جدیدمون رو اوکی بکنیم. خدا رو شکر این بخشمون کامل کامل شد، دیگه میتونیم بریم سراغ چیزهای ای وای. انمی کپچر دستم خورد، باور کنید دستم خورد. ای بابا اشکال نداره، این ماهواره رو بسازیم، نسل جدید رو سریعتر میخواد. خب آمریکا که اینو گارانتی کرده رو تنش 21%، هیچ اشکالی نداره. من جز فای وارگول اینو بندازم، میندازیم آقا. این 11 تا دیویژن بیکارمون. ما که حالا حالت آماده باشو گذاشتیم رو استونی، آخرش هم من میجنگم باش. حالا وایسا، نه ببینید، یا باید دو تا حالت داره دیگه، یا آمریکا باید قزاقستان رو بیخیال بشی، یا باید استونی رو بیخیال بشی.
غیر از این دو حالت، حالتهای دیگه هم هست. خب من یه دونه بمب اتم 1 مگاتن TNT رو بسازم. بله آمریکا باید کار دارم. صبر کن تازه این شروعشه. اوها 9 21 27 دونه نفت میده قسمت آخر با هزینه ناچیز 25 میلیارد دلار. اقتصادمون هم 4.3 میلیارد دلار مثبته. یکم اینکام سوختای فسیلیمون اومده پایین، شده 22 میلیارد دلار. هیچ اشکال نداره، هیچ اشکال نداره یکی جی دی پی رو بگیره. سرانمون داره به 30000 دلار نزدیک میشه. آماری کلا پسر بی اینجا. اون قسمت چیزمون کو؟ آهان دقیقا بچه سرانمون به 30000 دلار برسه میتونیم یه ریسش اسلات جدید دیگه هم باز بکنیم. 27 می سال 2006 روسیه رو مشاهده میکنیم به صورت اگریسیوانه به کشورها داره حمله میکنه و ناتو رو گسترش میده. بچه من اگه ببینم ناتو زیادی داره اقدام میکنه، من مجبورم کل پروتکل پاورم رو خرج گرفتن کشورها بکنم، چاره ای هم نیست. خب اینم برداشتیم. چقدر ولن سدروف، چقدر یارو بی اعصابه. ایرانو ببین هنوز اقتصادش منفیه ولی جی دی پی شد 1.1 تریلیون دلار. اوکی ها. خب این سوختامون بلافاصله ساخته شد، میریم سراغ بزن همین الان بزنم بزن بابا مهم نیست، اقتصادمون هم مثبت میشه. بنازم 20% آفیس سکتورامون رو سریعتر بسازیم، جیر بدیم بریم جلو. بنازم آوری کلا خوبه. 400 روز دیگه 3 آفیس ها ساخته میشن، اقتصاد میاد بالا، جی دی پی میاد بالا، نرخ بیکاری میاد پایین و کلی بونوس های مثبت دیگه. آهان ببینید این پروداکتیویتیمون بر اساس حالا اون چیزایی که ما داشتیم میساختیم، الان رشد درآمد ماهانمون 3.9%. این چیزی که من دارم فکر میکنم بر اساس سالانش یه چیزی هلوش 4 بگیریم دیگه، ما سالانه 12% رشد اقتصادی و جی دی پی داریم اینجوری که دارم میبینم. یعنی خب شما بگید 4500 رو به اضافه 12% بکنید در میاد، یا ضرب داره 12%، ببینیم چقدر میشه. جالب شد کالکولاتور 4 5 7 4 ضرب داره 3.9 بود 4، یعنی سالانه ما 182 میلیارد دلار رشد اقتصادی داریم. اشتباه میکنی ها، خیلی فراتر این حرف هاست. میریم میبینیم با این حال هر آفیسی ساخته بشه 50 میلیارد دلار به ما میده. الان دیگه رشد اقتصادی رو باید داشته باشیم. خب این قسمت های ماهورامون ساخته شد، قسمت های اتمی هم بزنیم. نه دیگه بیم آقا نظامی. خب بچه بیم این طرف تو قسمت ماهواره هامون، این اینجا من یه 200 از اینا بسازم، کمه 300 تا ازش میسازم، 320 روزم بیشتر طول نمیکشه. فرصت داشته باشیم که حداقل ماکسیموم تا 1 سال و نهایتا 2 سال دیگه ماهواره های بروزمون رو ارسال بکنیم. خب این بخشمون انجام شد. ایول پسر پول ببینیم، 1.2 میلیارد دلار اقتصاد مثبته. رابطه‌مون هم با آمریکا خیلی بده، خیلی خیلی بده، مهم نیست اوکیش میکنیم. هواپیمامون اوها اینا رو هم باید دیزاین بکنیم تک تک. بیم آقا بیم سلاحای 2005 رو اوکی بکنیم، عقب نیفتیم بچه، خیلی از آمریکا عقبیم. رابطه‌مون با ژاپن و لاوس یکم قوی تر شد. ایول اکسپت دیل، اینم از این قسمت آخر رو میزنم. 2% حزمون بیاد پایین، به جهنم بیا ولادیمیر پوتین. خوبتون شد 45.5% حمایت داره. خب بچه جنگمون با استونی شروع شده ولی آمریکا گارانتی کرده دو تا کشور قزاقستان و استونی رو، با اینکه تنش 25% نیست عوضش کردن دیگه، عوضش کردن نمیذارن با قدرت بریم جلو. خب
اینم از این نفرورامون رو سریعتر اوکی بکنیم، نفرورای سال 2005 رو بیاریم. عالی، ماهورامون هم دارن ساخته میشن. بنازم اقتصادو ببینین، 4.6 تریلیون دلار. میگم سری میاد بالا. خدا رو شکر آفیس پارک هم زیاد داریم، 35% جی دی پی مون روی آفیس پارک هاست. ایول پسر، حالا ببینید در تیراژ بالا چه کنیم. چنان اقتصادی ایجاد کنه که دیگه مردم به پول نفت نیاز نداشته باشن، هرچند که پول مالیات هم هستا. خوبه، بعد از اینا جاده سازیمون رو شروع بکنیم. بنازم آواری کلا. ببینید الان یه دونه آفیس ساخته میشه، پروداکتیویتی مون هم خب به مراتب میاد بالاتر. ببینید شد 4.6 و 7. رشد اقتصادیمون همچنان 3.9%. بچه با این حساب بذار حساب بکنم، 2 4، بذار ببینم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 تا 3 تا به عبارتی میکنه 36 تا 36 تا 5 تا 36 سب داره 50، 1.8 تریلیون دلار بعد از ساختن اینها میاد رو اقتصادمون. ایناست که قدرته، ایناست که عظمته. شما از روسیه اینو میخوای؟ برازم. خوبه، باید بریم رنده کنم بریم جلو. یه سر از بچه ها کامنت گذاشتن آقا تصویر با صدا سینک نیست. چی بگم والا، اطلاعی ندارم والا، من نگاه کردم مشکلی نداشت، بعد آچم احتمالا نت خودش مشکل داره. برازم سوخو 27. خوبه 5 تا کارخونه زدم روشا، دم خودم هم گرد. 21 سپتامبر سال 2006 وضعیت جهان رو مشاهده میکنیم. افتضاح شخماتی که، یعنی من الان لاتویارم بزنم میاریش تو فکشن. این میگه خیلی لاشی بازیه، جاسپای وارگول بندازم رو این. 385 رو سول میکشه، ببینیم چه اتفاق میفته. اگه تو روزای آخر گارانتی نداد، این که دیگه کنسل دیگه، گارانتی داده آمریکا. اگه تو روزای آخر گارانتی نداد میتونیم یه حرکتایی بزنیم روشون. اینجا ببینم، آفرین ترین کنید. ولی رابطه اونم یکم نمیدونم با آمریکا بهتر کردیم. اینجا بزنیم بچه ها ترین بشن، شاید سوختمون منفی بشه که این اتفاقم افتاد. خوبه، نظامیمون رو تا اونجایی که تونستیم رفتیم. ببینید 70 روز به خاطر یه میلیتاری فکتوری ارزشش رو داره؟ والا نداره، بلا نداره، واقعا نداره. اپروچ ایران. خب بروکن اکونومی، دقیقا هر دو مورد هست سانکشنز. اینجا اگه تحریم داشته باشیم خیلی راحت میتونیم تحریم های اقتصادی رو دور بزنیم. خیلی هم عالی، خیلی هم عالی، اقتصاد اینجا اصلا جون میگیره. خب چاره ای نیست، بیاین نسبت اولیگارشی ها رو بریم اقتصاد یکم باش بازی بکنیم، ببینیم اوزامون چجوری میشه. دوره 959 تا پوتکال پاور داریم. بلاروسکی بنازم میتینگمون هم 95% شد، به راحتی دوباره میاریمش روی 100%. خوبه بچه، این فکشن ماست، همونطور که مشاهده میکنین کشوری مثل قرقیزستان، تاجیکستان. عرضم به حضورتون که آیا شما به اون چیزی فکر میکنین که من فکر میکنم؟ ترکمنستان رو بذاریم مثلا، بدیم به ایران، ایران رو بیاریم یه جوری تو عادت فکشن داره. خیلی دوستان به ایران کمک میکنم. 121 میلیارد دلار هم پول انباشته شده داریم. 8 تا استرنج قدرتمونه ولی نمیتونیم جاسوساشون رو بگیریم. به ایران یه فدات شب، یه دورت بگردم. جاده داری؟ داری، بیا شروع میکنیم به جاده سازی داخل ایران، یکم کمک میکنیم به اقتصادش، هرچند که اقتصاد خودشم به فنا میره با این جاده سازی هامون. ولی خب زیرساخت حداقل داشته باشه دیگه، گناه داره. بیا اینجا ببینیم، کلی سرمایه گذاری کردیم، 214 میلیارد دلار سرمایه گذاری کردیم. بچه نرخ بهرمون شد 7.4. واقعا من دیگه دارم احساس خطر میکنم، پولامون رو سیف میکنیم. آفیس هم دارن در تیراژ بالا ساخته میشن، جی دی پی 4.7 میلیارد دلاری، رشد اقتصادی 3.9.
860 شده بچه ها، اوریج دنیا 786ه، مال ما 860ه. چنان روسیه ایجاد کنم بنازم چقدرم پوتکال پاور گیرمون میاد بچه. من ازبکستانو میزنم از لحاظ نفوذی میگم، و اون از اون بیا دو تا کشور رو میزنیم، آذربایجان و ازبکستان. اینا رو حالا تن تو پاپت میکنیم ببینیم چی میشه. ناتو کشور جدید اضافه کردین؟ هنوز خیر دیگه آقا، نامردیه آقا. بخواید دیگه کل دنیا رو بگیرید، دست رو هر کسی بخواید بذارید، میام بالا سرتون رندتون رو میزنم. عالی پسر، خوبه بچه. شرایط به شدت استثنایی رو داریم، باورم نمیشه با روسیه به چنان عظمت اقتصادی رسیدیم. واقعا عالیه، واقعا عالی و نوبره. بنازم سرانه 28300 دلار. ببین هر چی بیاد بالا، رشد جمعیت میره بالاتر، ریسش اسپید میره بالاتر، ثبات سیاسی میره بالاتر و و کلی چیزهای دیگه، اصلا همه موارد به هم ربط داره. ولی نمیدونم، نرخ بیکاری همچنان 31%، 17% ثبات سیاسیمون هم گرفته. اشکال نداره. استیت کپیتالیسم، این رو بیاییم پایین در تیراژ بالا، حالا یکم اولیگارچیمون رو قوی تر میکنه، ولی همین مسیر رو پوش میدیم. خوبه، این از این بودو. سریع تکنولوژی سال 2005 رو من باز بکنم، بلافاصله بعد از اون بریم آماده بشیم واسه 2010 ها. استیت کپیتالیست، یکم درآمدمون میاد پایین، 1.8 میلیارد دلار شد، خدا لعنتتون کنه. ولی پلیس استیتمون رو درجه آخره. من میتونم یه درجه اینو کمتر کنم تا 5% کانسکشن اسپید بگیریم. این کارو میکنم، چرا که نه، چون پوتکال پاور نمیخوایم، پوتکال پاور اضافه میاریم، میتونیم این کارو انجام بدیم. خب بودجه نظامی رو هم زیاد نمیکنم، ولی بودجه دانشگاه رو یه درجه دیگه میارم بالاتر. عالی پسر، برازم روساتورم. بف منفی چیا داریم؟ آپدیتد آرمی، همچنان بونوس های منفی ارتش رو داریم ما، 5% 5%، ولی ارتشمون ریفورم شده. صدام حسین سنتنس تو دیس، دو بار ایونتش اومده، یه بار گرفتنش یه بار کشتنش. بنازم دمش تو گرگیسون منفی 15%. آفرین، بروکن اکونومی رو همچنان داریم. بلاروس وی آفر تو بای تراکتور با هزینه یه چیزی 350 میلیون دلار، میخرم آقا چرا که نه، رابطه همون قوی تر میشه، یه تریدم بات میذارم. عشقی عشق منی تو. همچنان گارانتی داریم، همچنان گارانتی داریم روی استونی، روی لاتویا نداریم چون ملی گراییه. عالی پسر عالی. Regulate the market، هم داریم اقتصادی هم یه جورایی داریم نظامی کار میکنیم فوکس آمولو. مسیرهای پوتین رو نمیتونیم بریم، اینا هم هزینهاش خیلی زیاده. بیا اول اینو بریم، اولیگارچی اوضاعش خرابه، اولیگارچی خیلی اوضاعش خرابه. اوف 4% باعث شده بچه کانسترکشن اسپید سیویلیانامون بیاد پایین، ریسورس گینمون اومده پایین. 5% خیلیه حاجی، چی بگم والا. بگم آقا کامل داریم زیرساختی سوسکی ها نظامی کار میکاریم. شما بیاید اینجا، عالی پسر، ناوگان دریایی شما ها ترین کنید، وقتی اون قضیه کنسل شد شما ترین کنید. این از این. جاسوس بعدیمونم سازمانش اوکی شد، اکسپت دیل. این دفعه هند از ما خرید کرد، خیلی هم عالی. تیک اتمی رو میریم بلا فاصله بیاییم اینجا. من 200 از این ماهوارهای جی ان اس بسازم، 160 روز بیشتر طول نمیکشه. یه 200 هم از اینا که نه، 300 تا
اینم 200 روز طول میکشه، اینم یه 100 تا جاسوسی میسازم 121 میلیارد دلار. اینجا هم داشته باشین ها، ببینین این 120 میلیارد دلار، 30 میلیارد دلار، 121 میلیارد دلار ما هزینه فقط ماهواره ها کردیم، پس مف مف نیست. خوبه، عوضش آفیس هامون جبران میکنن، نرخ بیکاری 30% شد، جی دی پی مون به 5 تریلیون دلار رسید، ایول. رشد اقتصادی 3.930 هزار. برو پسر. چه اسم کنم، صدای موزیک زیاده، شما همچین حسی رو دارین؟ نمیدانم، اطلاعی ندارم، به موهام هم گیر ندید دیگه، ما رو نمیبندم سردرد نگیریم. خب بلغاریا همچنان پاپت ماست، با نهایت دل و جون داره کارشو انجام میده، یه ترید مشتی هم باهاش میزنیم. دوستانم در واقع کشورهایی که وارد کاستوم یونیون من اصطلاحاً میشن اقتصاد خوبی داشته باشن. ناتو هنوز پیشروی خاصی بعد از لیتوانی و فنلاند نکرده. خوبه، به فال نیک میگیریم، به فال نیک میگیریم این مورد را. این هم تیک اینجا رو بزنیم، 167 میلیارد دلار پول داریم ولی اقتصادمون منفیه. از سرمایه گذاری خارجی هم 326 میلیون دلار داره گیرمون میاد، کمه مر. ازبکستان و آذربایجان هم رو نفوذمون داریم کم کم میگیریم، 28%، آذربایجان 12.7%. چاینا هم اقتصادش 3 میلیارد دلار منفیه، نرخ بهرش خیلی خوبه. شیطونه میگه بچه یه پلن بزنم های ریسکی. بریم اینجا بچه، من 1.2 تریلیون دلار پول قرض میگیرم و از چاینا، ایول اوکی، چاینا 1.1 تریلیون دلار به ما میده. پونزده تا سرمایه گذاری میکنم داخل چاینا، دیگه ببینید چه سرمایه گذاری بشه، دیگه پول ندارم. اینم از اینم بدهی ها صاف. الان میم اینجا به چاینا میگیم 1.1 تریلیون دلار به ما پول بده، بنازم به این میگن سرمایه گذاری، یعنی عملا چیزی جز نفوذ چاینا داخلتون هیچ چیزی اتفاق نیفتاد. چقدر الان نفوذ داره؟ 22%. میزنیم آقا با پوتکال پاور رندشو میزنیم. آه بیا چاینا کمبت فارن اینفلوئنس، تموم شد. دارم این سیاست های کثیفو از من به یادگار داشته باشی. ببین عملا میتونم بگم 2 تریلیون دلار سود کردیم. چجوری؟ 1 تریلیون دلار سرمایه گذاری کردیم، 1 تریلیون دلار گرفتیم و بدهیامونو آوردیم پایین، پول سرمایه گذاریمون هست 1.1 تریلیون دلار هم گرفتیم. خیلی فرهاد از لحاظ سیاستی کثیف میری جلو، خوشمان آمد. خب سرانمون به 30,000 دلار رسید. ریسش اسلات بعدی به نازم اقتصاد 52 تریلیون دلار، عالی می نوازیم، عالی. نرخ بیکاری 28% شد، حداقل 3% نرخ بیکاری رو آوردیم پایین. اینم از نفوذای ماهانمون. بلافاصله بچه‌ها من جاد دارم اینجا اوکی کنم، حقیقتا دیگه مشکل جاده نداشته باشیم تو کل مناطق راشا، زیر ساخت قشنگ زیر بنایی. بعد از این هم شروع بکنیم از این سوختای بادی ساختن، عالی. توی این مناطق بسازیم، اینجا هم همینطور، عالی پسر. فقط همین الان 4 تا راکتور هسته اینجا، 4 تا اینجا، 5 تام اینجا، من به صورت ستایی از اینا قرض میگیرم و کامل توی این مناطق میسازونیمش. 1000 روزم طول میکشه 5 تاشو، نه یه دونش، یعنی هر کدوم 200 روز.
این کارو بکنیم که از لحاظ سوختی کم نیاریم، سوختامون بیشتر اتمی بشه. اینجا رو چیکار کردیم؟ اوها، بیایم آقا بمبای 1 مگاتن TNT رو بسازیم. 200 بمب اتم با هزینه 402 تا. خوبه. 402 تا ازش، یعنی 200 ازش می‌سازیم، 400 روز طول می‌کشه. آواری کلا پسر. خب مدرن تانک‌ها عالی، تکنولوژی‌های نظامیمون قشنگ دارن به روز میشن. شماها شما 100 تا دیگه ترین نکنید. دمتون گرم، از شما به ما رسیده. شما هم دیگه ترین نکنید. شما ولی ترین کنید. Rest in peace Yeltsin. This Ria has just announced that after a long fight against his heart disease, یارو فکرم همینه دیگه. The first president of independent Russia, Boris Yeltsin. آخی اولین رئیس جمهور در واقع بعد از استقلال روسیه فوت کرد. Rest in peace my friend. ولادیمیر پوتین رو دیدیم در کنارش. ایول ایول حاجی، احساس قدرت میکنم. همه رو دیزاین باید بکنیم، چیزهای جدید باید بیاریم، همه رو باید بمالیم. خوبه، ازبکستان و آذربایجان نفوذ داره میاد بالا. این هم از سلاحامون، اینا رو من بروز کنم. ماشالله زلنسکی مای فرند. به نازم اقتصاد، حاجی چی جونی گرفت اقتصادمون. 90 تا از اوریج دنیا رد کردیم. یکم زور بزنیم بونوسای منفیمونم پاک میکنیم. خب به اینجا تا میتونیم قسمت های جاسوسی رو میریم. قسمت های تانکامون رو تکمیل کردیم خدا رو شکر. یه جاسوس به من بدید ناموسن. ای بابا ای بابا، اشکال نداره. بچه من حالا نظرم اینه، استونی که نشد ولی ایشالله لاتویا میشه. میریم بالا سرش و در جام پاپت میکنیم، نمیگیریم که تنشمونم زیاد نیاد بالا. اینم از اینجا 300 روز دیگه هم به اینجا حمله میکنیم، رنده اینا رو میزنیم. بای دوی الان مشکلی که داریم مشکل سوختیه، باید سریعتر اوکیش بکنیم. نرخ بیکاری رو بیاریم بالا و تمام شرایط رو چلیمش بکنیم. نیکلر استیت به نازم حاجی، خیلی اوزامون خوبه. باید ببینید بچه یه سیو نمکی تا اینجای ویدیو رو داشته باشیم. امیدوارم که از این سری لذت برده باشیم. مثل همچه پر قدرت پر انرژی. لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. در تک تک کسایی که ما رو حمایت میکنن گرم بزنید. پر قدرت پر انرژی. با ویدیو بعدی میبینمتون. دوست داشتین ویدیو رو هم با دوستاتون شیر بکنید. خیلی عشقید. بزنید پر قدرت پر انرژی. میبینمتون.